بسم الله الرحمن الرحیم، به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عزیزان همیشه همراه، سلام های گرم ما را پذیرا باشین که تقدیم همه شما خانواده های عزیز، شما پدرها، مادرها و جمع اعضای خانواده محترمتان تقدیم میکنیم. روز یک شنبه تان بخیر و به سلامت باشه و به صورت زنده و لایف شما بیننده برنامه روشنا هستین. چی حال احوال دارین؟ هم وطنای خوبم خوب هستین؟ خدا را شکر میکنیم که همه شما عزیزان با توکل به خدای بزرگ یک خانه ساختین که دیوارها، سقف و فرش او همه از اعتماد و صفا و صمیمیت و مهر و محبت هست. آرزومنده بهترین لحظات هستیم برای یک یک شما و امید داریم که بهترین لحظات شما عزیزان همیشه به یاد خدا بودن باشه. بسیار عالی، خوشحال هستیم که امروز هم همراه شما عزیزان هستیم. اما قبل از اینکه بیایم و صحبت شروع کنیم، یک سوال دارم از همه شما بیننده های خوبم. شما عزیزان وقتی که منتظر یک مسافر هستین چی میکنین؟ خب تجسم کنین پیش خودتان، خب بگوین که ما امروز یک مسافر داریم و این مسافر ما میخواید که بخیر بیایه. چقدر چشم انتظاری دارین؟ درست است؟ چی کارایی میکنین به خاطر اون مسافرتان که بخیر میخواید بیایه؟ چی تیاری های میگیرن؟ چی آمادگی های میگیرن؟ بله، همه ما چشم انتظار هستیم که آل کی مسافر ما میایه و ای آمدن از دور ما چی بکنیم، چی کارهای انجام بتیم. خود ما به عنوان یک فرد آمادگی های میگیرم، یک رخت و لباس خوب میپوشیم یا حتی اولی کوچه اینا رو آمادگی میگیرم، تیاری میگیرم و بسیار بسیار مسائل های دیگر رو در نظر میگیرم. چرا؟ به خاطر از اینکه میفهمیم که مسافر ما میایه و به خاطر آمدن از او ما چقدر چشم انتظاری داریم و چقدر آمادگی ها داریم. و اما مسافر اصلی ما، امام زمان ما، برای آمدن او ما چه آمادگی هایی داریم؟ چی کردیم و چی باید بکنیم؟ بله، موضوعات برنامه های روزای یک شنبه ما هم در رابطه با همین موضوعات هست. وظایف زنان در عصر غیبت، ای که ما و شما چه وظایفی داریم، چی باید بکنیم برای از ای که در انتظار مولایمان امام زمانمان باشیم، چی وظایفی داریم. برای همین موضوعات خواهر خوب خانم حسنات در استودیو هستن و روزهای یک شنبه نسبت به این موضوع با شما عزیزان صحبت و گفتگوهای زیادی کردیم و امروز هم آمدن در استیدیو و سلام علیکم میکنیم، خوش آمدید میگیم خدمتشان. سلام خانم حسنات و خوش آمدید. علیک السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستهین انهو خیر و ناصر و مهین. من هم سلام و هر ادب دارم حضور شما همکاران محترمتون و امه خواهران و مادران که پای این برنامه نشستن تا ببینن و بشنون. انشالله احترامات خدا تقدیم میکنم به ایشان و از خداوند منان التجا داریم که دائم در کنار خانواده و فرزندان و همسران خود خوش خوشحال و در فضای آرام و پر امنیت و مودت و رحمت بسر ببرن. موضوعی که ما قبلا مطرح کردیم وظایف زنان در عصر غیبت بود. خوب این که زنان چگونه باید آمادگی داشته باشند، اول خودسازی داشته باشند، خود بسازند و دومین که فرزندان و یا نسل آینده خود را برای زمین سازی ظهور آقا تربیت بکنن. بله. تا اینا همچنان در رکاب آقا انشالله حضور پیدا بکنن. بله، مباحث مختلفی را ما بحث مطرح کردیم. بله. کردیم در روزهای یک شنبه و رسیدیم به این موضوع که تهاجم فرهنگی و در مقابل. بله. زنان ما در مقابل زنان و چی عوامل. اینه که اون هفته ما درست نتونستیم. بله. مکمل بگوییم، میخواییم که. بله. از شما ادامهشه انشالله. بله. ادامهشه صحبت برای دوستان عزیز خود، چون واقعا در عصر امروز که ما میبینیم خانم حسنات. بله. چقدر ما در این تهاجم فرهنگی هستیم و فرزندان ما نباشیم. بله. بله. تحت خطرن این دو درست. بله. ولی وظایف مادران و زنان عصر غیبت زیادتر شده. بله، بیشتر شده و این نظارت و این پوشش و حمایت برای فرزندان انشالله
از خدمات بزرگ زنان جامعه هست که به نحوه هستن باید انجام بدن که تا بخیر انشالله بشن عاقبت بخیر بله بله. با خودشان با فرزندانشان با خانوادهشان. پس چی زندگی دنیا؟ ما برای همه آفریده شدیم که عبادت خدا را انجام بدیم و از جمله عبادات خداوند تربیت انسان هاست در کره خاکی در کره زمین. درسته. یکی دیگر این که باعث میشه که این به اصطلاح ظهور و تا به اصطلاح ظهور آقا به عقب بفته، یعنی تاخیر بفته، این تهاجمات فرهنگی کشورهای به اصطلاح هست که بر جامعه زنان مسلمان وارد میکنن، این باعث میشه که تاخیر بفته در اینجا. خب زنان عصر غیبت باید تاجیل بکنن، باید به اصطلاح عجله بکنن، باید خود بسازن، فرزندان خود، خانواده خود، جامعه خود، اجتماع خود باید متوجه آموزش هایشان باشن، متوجه تربیتشان باشن که چی باید کار بکنن که اینا از این تهاجم فرهنگی غرب در امان بمانن. بله. تهاجم فرهنگی گفتم که تهاجم فرهنگی یک حرکت بسیار مرموزانه حساب شده و با استفاده از امکانات و روش های مختلف. دقیقا. برای چی؟ برای سست کردن اون ارزش ها باورها به فرهنگ دینی. بله. تا چکار؟ بخصوص زنان و جوانان. زنان و جوانان. بله. که اینا رو به جامعه حاکم بسازن و زنان بیشتر و دختران را تحت تاثیر خود قرار بدن. حالا از هر چیزی که استفاده میکنن، رسانه، تلگرام، واتساپ، ایمو، چینلا، اینا همه بله به نام های تلویزیون. درست. یعنی اینا کلن مخرب کننده است. برای چی؟ بر جامعه مسلمین بیشتری، یعنی مخرب کننده است. یعنی ما داریم شبکه های مثبت، شبکه های با ارزش که روی اخلاق انسان ها، یعنی برنامه خوبی دارن، تفریح خوبی دارن، مثلا یک آموزش خوبی دارن که واقعا دانشگاه است برای بچه های ما. بله. اگر درست ببینن سریال ها، مثلا فیلم های اسلامی، فیلم های دینی که رعایت شده در بینش باورها و ارزش های دینی، میتونن تماشا بکنن. حالا ممکنه که 100% مثبت نباشه، ولی یک مقدار از اون کانالایی که علیه خود زنان مسلمان بله. در جامعه از استفاده میشه و پخش میشه خیلی بهترتر و وضعیت داره. خب اینم گفتم که خب چرا این تهاجم فرهنگی اول چیکار میکنه؟ اول خود نقشای زنان رو پس نشون میده، کم رنگ میکنه، ابی ارزش میکنه. بله. وقتی که زن ببینه که خب بچه آوردن ارزش نیه، پایش بس خانه ارزش نیه، این چی میشه؟ خود زنان خود میبازن. بله. یعنی اینجا خود زن باید خود قوی بسازه که وقتی فرزند به دنیا میاره، نسل بشر تداوم میده و تربیت خوب میکنه، یه خیلی نقش بزرگی در جامعه. بله. کار هر انسان نیست. دقیقا. اون که زود فریب میخوره و آسانه، ولی اون که مستحکم میمانه تا این سنگره گرم و کانون خانوادر به اصطلاح برای زکه نسل انسان خوب تربیت بشه گرم نگاه میداره، اینا خیلی هنره. نباید زنان خود ببازن. بله. خب وقتی که باختن چی کار میشه؟ یعنی میگن که وقتی بچه به دنیا بیاره ما دیگه چی هستیم؟ دیگه کمال نداریم. آشپزی بکنیم، کار خانه بکنیم، شوهران خود راضی بسازیم، بچه های خود راضی بسازیم. فکر میکنن که اینا خیلی عقیل میکنه انسان، اما ارزش انسان خیلی بالا میبره. دیگر نهاد خانواده است. که نهاد خانواده وقتی که این فرهنگ از بین برد دیگه خوشحال میشه، میگه ما دیگه حالا بر جامعه مسلمین حاکم شدیم. یعنی چی؟ یعنی دختر و بچه برای میبره، زن و شوهر برای میبره. بله. هیچ کدام یک برنامه منسجم ندارن برای تربیت اولاد خود، برای حاکم در خانواده که سر سفره باشن، با وقت مکتب برن، با وقت دانشگاه برن، با وقت سر کار برن، با وقت بشینن استراحت بکنن. این نهاد خانواده تهاجم فرهنگ غرب از بین میبره. دقیقا. دیگر این که ارزش های اخلاقی را کمرنگ میکنه. بله. یعنی وقتی که بنیاد خانواده کمرنگ شد، ارزش های اخلاقی هم میگه که هر فرزند اگه دروغ بگه، اگه راست بگه، جای بره، لباسی بپوشه، به دلخواه خود زندگی بکنه، اینا ارزش نیه. بله. بمانن که اما آزاد زندگی بکنن و بختیار خود باشن. اینم به اصطلاح از تهاجم فرهنگی غرب میدن که باید بخیر زنان مسلمان در سراسر جهان باید
متوجه باشن. یعنی باید... که هر مود و هر چیزی که میایه اینا استفاده میکنن، نباشن بله. به فکر ازی باشن که خب چارچوب اسلامی چی هست، بله. پوشاکشان که به ما دستور داده بله. شده چی هست، وقت بله. زمان کار و زندگی کردن و استراحت کردن و درس خواندن باید مشخص باشه. یعنی خود خانواده باید برنامه ریزی بکنه. حالا درسته که جامعه و اجتماع وقت کار اداری داره، وقت آموزش داره، وقت کلاس داره، ولی خانواده هم میتونه که این نهادها امایت بکنه بس. با اون حاکمیت نیک اسلامی و انسانی بچه های خود همه طور روبرا بکنه و برنامه زندگیشون رو برشان بریزه. یعنی فکر کنه خانم حسنا چقدر مادر نقش اساسی داره. چقدر این موضوعی که مثلا شما بیان کردین بسیار جالب بود برام، که میافتن که مادر مثلا در داخل خانه یا یک زن در داخل خانه وظایفی که در داخل خانه داره را فکر میکنه هیچ از یک چیز بیارزش فکر میکنه، ما... در حالی که او انسان سازی میکنه، انسان سازی میکنه و برای تربیتشان برنامه میریزه. این چقدر گپ مهم است. مثلا یک مادر که معلم است در کشور عزیز ما، این مادر معلم وقتی از مکتب میامد سریع یعنی برای لویزه که کارهای شیفت بعد از ظهر در دارالقرآن کار میکرد، دفتن غذای چاشت برای بچه های خامده میکرد. بله، اول به خود توجه نداشت، به دیگران توجه نداشت. میگفت چرا بچه ها از مکتب میان دکان میرن، مخازه میرن. بچه ها را دفتن سر سفره میشن، غذا برشان میداد، چاش نهارشان آذر آماده. بچه ها دکان میرفتن، باز میامدن پس بر میگشتن، گسرانه باز نارا در قرآن میفرستاد. یعنی خیلی برنامه ریزی خوبی داشت. یعنی بهترین بچه ها در جامعه اون خانم یا مثل اون خانم های دیگه تربیت کردن و همه چیزشان رو برا بود. روزای جمعه برشان تفریح میگذاشت. خب بیچاره میدان ورزش و فوتبال چیزا که ندارن، با مو سرک و جاده و خیابان خودشان ادمت چیز میکردن. چند تا بچه که تربیت خوبی داشتن برای بله. بچه هایشان برای توپ بازی و برای گنوازی و سلا برای زو برای زو جمع میکردن. بچه ها تفریح خوب مثبت و سالم داشتن. این نهاد خانواده بازم دست مادران است. بله، نهاد باید مستحکم نگاه داشته باشند و بچه هایشان به دورشان در فضای باز و آزاد و خوب با اخلاق نیک و اخلاق انسانی و محبت و معادت مادر باید اونا تربیت بشن، بزرگ بشن. دیگر این که کنترول در جامعه و خانواده باید وجود داشته باشه، که ما در جلسه قبل گفتیم که اگر این کنترول احادیث زیادی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از امیر مؤمنان علی علیه السلام و از امام صادق علیه السلام ما داریم که شما باید بر جامعه و بر خانواده خود کنترل داشته باشید. درسته. بچه هار کاری کردن نگوین، بچه هست انجام بده. دلی. هنوز خورد است، هنوز به اصطلاح ریزه نمیفهمه، بچه دیگه بالاخره کم تجربه تا بزرگ شو تجربه دستش میاد. تو باید امر نهی بکنی و کنترل هم داشته باشی. فرمودی علی علیه السلام که بله، اگر این کنترل بر جامعه نباشه و بر خانواده ها نباشه، بچه هایشان به انعراف میره. اون وقت که شما اگر بخواین از این انعراف بچه ها را بازدارین، بچه ها دیگه فایده نمیشه. و هرچی تضرعون بکنن به پیش خدا، خدا جواب مثبت به شما نمیده. چرا؟ که شما اول غفلت کردین. و دیگه دقیقا همون که پس که میگن خشت اول نهد میمار کرد، باید آفرین تا بله، بله. یعنی از اول باید از اساس امو ببینیم. بعضی خاران ما مادران عزیز خوبه که تجربه دارن، بچه با وقت شیر میدن. خب میگن خب حالا شیر بده دیگه بمان بخوره. میگه نه، این باید عادت کنه که با چی ساعت شیر بخوره، با چی ساعت خواب بشه، با چی ساعت بیدار بشه. چند دقیقه راهش باید بازی کنم، چند دقیقه باید اینو باید آزاد بگذارم، بازش کنم از قنداق و مثلا از پارچه و لباسش، که عادت کنه به نظم زندگی. یعنی کنترل از زمان شروع میشه. خب خدا نکنه عدم کنترل هم تهاجم فرهنگی بر ما اثر میگذاره. از میکودکان گرفته دیگه بگیرین تا برنامه های مثلا تلویزیون و برنامه کارتون و چی و چی و چی روشان اثر میگذاره و خدا نکنه بچه های ما بن اراف بره. دیگر این که در خود جامعه باید اون ارزش هایی که در وجود یک زن ما باید بزرگش کنیم. درست. خب وقتی که بزرگش کنیم یعنی چی؟ یعنی باید زن ارزش بدیم. بله، زن که ارزش خود داره. بله بله، زن کسی است که بر علاوه که شوهر و به اصطلاح اعضای خانواده حتی هموطنان ما عادت دارن با خسر و خوش زندگی میکنن،
با مادر شوهر با پدر شوهر چه احترام به این بزرگان دارن. درست. با این ارزشه لباسای خسر خوشی خودم میشورن اوتو میکنن میان به دستش میدن. یک فرهنگ خوبه. خب اگر بگیم نه باید خوب زندگی کنن، خوب زندگی کردن یا خراب زندگی کردن به این چیزا از بین نمیره. هرچه کرایت بشه زندگی انسان میتونه با تعادل نگاه داشته باشه. درسته. یعنی وقت خسر و خوش هسته این مزاحمت نیه. بزرگتران در خانه هستن دعا میکنن مایه خیر و برکتن و اینا که در خانه هستن بالاخره یک فضای صمیمی گرم با وجود می اون پدران و مادران اگر چیزی هم داشته باشن به با فرزندان و بارس خانمای خود میدن رواداری دارن فرزایی دارن طلای خود پول خود پیسه بله. خود خوراک خود چاکلیت و خوراکی که به جیب دارن به دست نواسه ها میدن این خودش یک نوع ارزشه. همون زمانی که امی گپا بوده چقدر خیر و برکت هم در بین خانواده بود. بود از وقتی که فاصله افتاد و این فرهنگ نهادی نکردن بله مستقل زندگی کنیم بله. هر کدام بعد خود ما بفهمیم بله. زندگی های ما ببینیم که خیر و برکت و همه چیز افتاد یعنی خسر و خوشور قبول نکردن امکانات در مقابل خشاور بیشتر خواستن توقع داشتن امکانات هم فراهم شده این همه استراحت ولی آرامش در وجودشان نیست دغدغه‌های فکری دارن که نوز با مدل به اصطلاح با مود روز یک چیزی برای خود دوباره تهیه بکنن بخورن بیاشامن به خانه داشته باشن میز چوکی خود است به اصطلاح مبل و صندلی خود عوض کنن این به نظر ما اینا ارزش نیه هر چی که در زندگی بر انسان یک پیش آمد بیایه یعنی با شوهر با زندگی شوهر سازگار باشه و این فرهنگ افس کنه زنان ما این ارزش بر انسان ما نمیتونیم بگیم که خوب یک زن چون لباس خوب پوشیده این برش ارزشه ما نمیتونیم بگیم که خوب یک زن همیشه مود لباسش عوض میشه این ارزش نیست اگر بگیم تحصیل کرده و بچه های خود رسانده بله. بچه‌هاش به تحصیلات عالی رسیده شوهر خود حمایت میکنه شوهر خود مجبور میکنه که رزق حلال فقط به دست بیاره اگر کم هم باشه با او قناعت داره درسته تلاش نمیکنه که شوهر خود وادار کنه که برای به هر کار دست بزنه چون برای این باید فراهم بکنه هر چی درآمد داشته باشن هر چی بخورن بیاشامن مقصد زیاد باشه خوب باشه مطابق روز باشه فلان جا به فلان کشور فلان چیز رواج یافته مام باید داشته باشیم فلان چیز فلان پوشاک مال خانه مثلا امکانات اینا را هستن با زنانی که خوبن با او توجه ندارن البته خانم سنات اترام نمیگیم که الان مثلا زنان ما اجاله به خودشان هم اجرسی دیگه نداشته باشن این گپ هم نیست که مثلا بگیم که خودت ایلا بته دیگه مثلا فقط به فکر ازی باش که بتانی درست از بله، وظیفه بله. مادران تربیت و رسیدگی به خانواده است ولی خب هدف ما به خودشان هم باید برسن تنها بر دیگران زندگی نکنه بله بر خودم زندگی کنم بله فرمودی علی علیه السلام که هرگاه هر کس نیکی میکنه به خود میکنه و به دیگر میکنه به خود یعنی چی؟ یعنی نتایجش به خودش پس دوباره بر میگرده این خوبی زنها در حق شوهر در حق بستگان شوهر در حق فرزندانشان در خانه یا بستگان که نزدیک خسر و خوشو و مادر و پدر در خانه حالا پیش میه اونا مثلا ندارن کسی که از اونا مواظبت بکنن یا به دست کسی بسپارن مجبور اینا مواظبت کنن بالاخره یک فرهنگ دینی و ملی ما و شماست که پدر و مادر باید در خانه باشه به کسی دیگه نمیسپارن جای جای قرآن آمدن بالوالدین احسان بکنن بدون اینکه چشم داشته باشن باید اونا را سپورت بکنن حمایت بکنن میگن بدون ذکر والدین چیزی از شما بخواین شما بگین چی نیاز داری چی میخوایی باید به اونا برسن خب یکی از جمله فرهنگای دینی خوب مایه که در کشور ما رایج الحمدلله در کشورهای مسلمان که از بزرگان خود خیلی مواظبت میکنن و ثانیا در خودم برسن یعنی چی یعنی هم لباس خوب بپوشن امام بکنن بوی خوش استفاده بکنن در خانه در فضای خانه در پیش روی همسر پیش بچه های خود نباشه که اکثره مثلا بمبیخته باشن و فقط بله. تنها به پوشاک و خوراک بچه ها برسن فقط سفره پان کنن فقط اشپزی بکنن فقط نان جا کنن بیارن و روی سفره بمانن اما اگر با بوی خوش و استفاده و با نظافت و با پاکی باشه دو برابر پیش بچه ها ارزش داره پیش پدر بچه ها ارزش داره که باید رعایت بکنن اینا این نهاد فقط تهاجم خود فرهنگ دشمن درسته. که همیشه میخواد که یه اهدافش تحقق پیدا بکنه به ام میزنه
میگه نه، زنان باید به خود برسن، باید آزاد زندگی کنن. فقط یک جنبه را در نظر بله، یک جنبه فقط به خودشان رسیدگی، به خودشان برسن که اون نتیجه خوبی نداره، زندگیشان از هم میپاشه. وقتی که با توجه به همسر نداشته باشه، بدون اجازه شوهر از خانه بیرون بره، هر کار دلش بخواد انجام بده، تفریح، میله، مثلا مسافرت، شوهرش خبر نباشه، خود نهاد خانواده پاشیده میشه. دشمن میره میخواد نهاد خانواده مسلمانان توسط زنان پاشیده بشه. بسیار خوب، امیدوار هستیم که هیچگاه نهاد خانواده های عزیز ما از هم پاشیده نمیشه و هیچگاه دشمنم با آرزوی خودش نمیرسه. بسیار عالی، آماده نشر است. یک میان برنامه تقدیم عزیزان میکنیم و باز هم همچنان همراه ما باشه. دوباره همه از تو میگویند و میشنوم، شیرینی نام تو و شهد یادت به کام ها مینشینند. دوباره تاقها برای نصرت تو قد علم میکنند. دوباره همه دیوارهای شهر چراغانی میشوند. اما کاش گفتن و شنودن از تو سهم همه ثانیه ها باشد و یاداوریت همه دقایق را پر کند و خدمت به تو دلیل همه حرکت ها شود. کاش سینه ها من صندوق صدقه شود و قلب من سکه نظر سلامت هم. کاش درد من همیشه با توسل به تو آرام گیرد و دست من جز به دعا برای تو به آسمان نرود. کاش انتظار تو زنگی باشد که از نافرمانیت بازمان دارد. ای دست گیر واماندگان، ای دلگرمی بی پناهان، ای مأوا، ای چراغ راه گمگشتگان، ای زینت عرش الهی، ای فخر آل طه، ای منتقم آل رسول، ای نور قلب زهرای بتول و ای آخرین از آل یاسین. برخیز و صفحه دین را از زنگار کوته اندیشی جاهلان و نیرنگ دشمنان پاک کن و پایه ساز شده دین را استوار و پا بر جا ساز. یا صاحب الزمان، خب جا داره که یک تشکری هم داشته باشم از عزیزانی که با ما در ارتباط هستن. سوالات و پیشنهادات و انتقادات خودشان را بر ما ارسال میکنن از طریق نمبر واتساپی مثبت 964-780-255-40-13. امیالا میتونین با ما در ارتباط باشین، سوالات خودتان را برای ما روان کنین، خوش میشیم و بر حال انتقاداتی اگر دارین، پیشنهاداتی که اگر دارین، میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشین. بله، ما همیشه از کانون گرم خانواده گفتیم و میگیم که چقدر این کانون گرم خانواده اهمیت داره. بیایم به فکر این کانون گرم خانواده خود ما باشیم و نمانیم که خدای نکرده این کانون گرم، خدای نکرده، سرد شود و از هم بپاشه. خانواده جایگاه بسیار اساسی داره، نهاد خانواده بسیار اهمیت داره. شما پدرها، مادرهای عزیز و فرزندان گرامی که در یک خانه و زندگی هستین و یک خانواده را تشکیل دادین، همگی شماها مسئول هستین در قبال نگهداری کانون گرم خانواده ایتان. و اما میپردازیم به ادامه صحبت ها و ببینیم که دیگه چه عواملی هست که باعث میشه که به هر حال نظام خانواده از هم بپاشه یا که تهاجم فرهنگی صورت بگیره. بفرمایید خانم حسنا. بسیار خوب، یکی از عوامل دیگری که تهاجم فرهنگ بیگانه یا مثلا طبیعتا حالا هرچی این نظام ها رو به هم میزنه حاکم میشه بر جامعه ما، خدا فراموشی هست. خب ما یک آیه در قرآن کریم داریم که
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. سوره 8 آیه 19 میگن که همچون کسانی نباشید. این ما باید بیشتر به دختران خود بگیم، به بچه های خود بگیم که شما باید همچی کسانی نباشید. حتی با ما هشدار میده این آیه قرآن کریم که خدا را فراموش کردن، مثل اونا نباشین که خدا را فراموش کردن یعنی رفتن به دیگه سمت سویه. خدا نیز اگر فراموش بشه، خدا نیز اونها را به خود فراموشی گرفتار میکنه. یعنی چی؟ وقتی که شما خدا را فراموش کردین، شما هم خود فراموش میکنن. وقتی که ما تذکر میدیم به بچه ها که نماز بخوانین، اگر در بین بازار بودن، بیرو بودن، به مسجد خود برسانین، اگر در خانه بودن نماز اول وقت بخوانین، اینا همه گه ارزشش به چیه که وقتی خداوند شناختی، پی بودی و اعتقادات خدا به مرگ و مردن و قیامت نزدیک کردی و به خدا بله. ایمان داشتی و اعتقاد داشتی که همه حوادث روزگار دستی بوست و خوب و بد او بر انسان تعیین میکنه. درستم. و خودم میشناسی، وقتی خود شناختی دست به گناه نمیزنی، نمیخوای خود به جهنم نزدیک کنی. بله. نمیخوای که مثلا اعتقادات ضعیف بشه، نمیخوای که همدشین خراب داشته بله، باشی. بله. پس چی بچه ها سفارش کنن که خدا را فراموش نکنن. یعنی خدا را در همه لحظه های خودش حاضر و ناظر بدانه. یعنی کاری که اگر در بین پستوهای خانه بخواد انجام بده، خدا را باید در نظر داشته باشه که خدا مرا میبینه. درست است که در این مکان یا در این زمین یا در این مثلا خانه یا اتاق پدر و مادر نیستن، دوست من نیستن، همسر من نیستن که مرا ببینن هر کاری که انجام میدم. دست به کار خراب نمیزنن. چرا؟ اونا باز خدا را میبینن. خدا حاضر و ناظر هست. یک دوربین مخفی کنال میبینیم، یک نشانگر شمیه که عالم محضر خداست. بله. یعنی مشخص میشه، یعنی خدا وقتی که مرا ببینه دیگه من دست به حرام و حلال به اصطلاح آلودگی نمیزنم. کار میکنم که شایسته شان ما باشه، کار میکنم که پدر و مادر با من تاکید کرده باید انجام بدم، همدشین خوب داشته باشم، جای بی جا نرم، باید تفریح سالم داشته باشم، باید درسایم درسای خوبی باشه، درسایم باید ریشه الهی داشته باشه که من درس میخوانم، خودم هم برستم به جای بعد از که فارغ شدم از درس، خودم یک مستر خدمت بر جامعه مردم مسلمین باشم، بر جامعه انسانی باشم. یعنی هم خودش وقتی که خدا در نظر داشته باشه، انسان خدا رو در نظر داشته باشه، هیچ وقت هدفش خراب نیست. بله بله. برای هر هدف خود یک جنبه الهی داره. درستم. که وقتی من الهی عمل بکنم، خدا مرا کمک میکنم. یعنی همه کارش به خاطر رضای خداوند میباشه. رضای خداوند. رضای خدا، اطاعت از خدا. بله. برای بندگی خدا. برای بندگان خدا باید خدمت گذار باشن. اینجا وقتی که ما اولاد و بچه رو برسانیم، یعنی زنان عصر غیبت، این تذکر و این نصیحت همیشه به بچه های خود داشته باشن که شما اگر هر کار میکنن، بچه این یا جاهل این یا مثلا سن شما کم هست، حالا ما مادر و پدر شاید نباشیم در صنف و کلاس و مکتب شما، ما مادر و پدر شاید به دانشگاه شما حضور نداشته باشیم، ما مادر و پدر یا بقیه بزرگان به سر کار و درآمد و دکان و مغازه شما نباشن، ولی بچه های من شما باید خدا را در نظر داشته باشید که خداوند شما را میبینه. چی میشه که در امون دکان یا مغازه نماز بخوانین مثلا؟ بله. یا برن در یک مسجد کنار شما یا نزدیک شما بود نماز خدا بخوانن، ادا کنن. یا مثلا حلال و حرام وقتی که ما میخوایم، یعنی قاطی نشه، همیشه دنبال رزق حلال باشین و از خدا بخواین، چون رزق حلال شما مقدره، خدا بر شما میرسانه. پس او از دان خود نزنن. مادران بگن باید با بچه ها، چون بچه ها حرف مادر خیلی میگیره. بله. صبح که از خانه بیرون میشه اولادش به سمت مکتب، دانشگاه، دکان، مغازه، حالا در اجتماع، در هر جایی که میره، اون نصیحت های مادرانه خود باید با محبت تقدیم بچه هاش بکنه. گرچه اگر بچه نشنوه و سهلنگار باشه، اما عرف مادر در ذهن و در گوشش میمونه. بله. هیچ وقت نمیخواه که خلاف مادر و پدر عمل بکنه و خلاف خدا و احکام خدا عمل بکنه. درست. این خدا فراموشی میگن که یک نوع بله تهاجم است که به همه انسان ها فهمیده میشه که هر کار بکنن شما انسان این اختیار دارین انجام بدین.
با هر کاری که میخواین بکنن در خانواده به حرف پدر و مادر گوش ندین. درست. بالاخره جوانن، شما حال دل دارین، به اصطلاح یک آرزو دارین، یک علاقه دارین، یک شوق دارین، یک نیاز دارین، باید انجام بشه. ولی باید مادران بفهمانه که اگر هر قدرم این زمینه برای بچه ها و جوانایشان مؤثر بشه، هنوزم میخواین بیشتر مؤثر بشه. بله دیگه. یعنی هیچ وقت نمیتونه انسان خدا از زندگی دنیا سیر بدانه. یعنی خود امی دنیا یک نوع آلودگی داره که وقت اگه انسان به طرف جذب شد بیشترم جذبش میکنه. درسته دیگه. خدا نکنه که غرق شوه آدم دیگه. اگر غرق شد قطور میشه که دیگه هیچ وقت نمیتونه خدا از ما بینش. اگر خدای نکرده مثلا به خصوص جوانا مثلا به تجملات زندگی بیشتر روی بیارن و زرق و برق های دنیا و زندگی غرق از او شون، مطمئنا دچار خدا فراموشی هم میشن. بله، یعنی توکلشان کم میشه. درست است. ما در قرآن کریم در آیه 3 فکر کنم برای ادامه آیه 3 سوره طلاق داریم که بسم الله الرحمن الرحیم و ما یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. تو اگر توکل خدا به خدا بکنی به همه چیز دنیا میرسی. یا خدا به تو یک صبر میده، یک قناعت به تو عطا میکنه که تو هیچ وقت قطور نشی، بس توی آلودگی ها نری. در دنیا همه چیز ثابت و سالم نیست. دنیا یک وقت میبینی حرام بش خاتم میشه، تفریح یک وقت حرام بش خاتم میشه، دکانداری، مغازه، اقتصاد، معیشت، همه چیز حرام خاتش میشه. میگه تو توکل خدا به خدا کن. درست اگر مشتری هم نداری، خداوند به تو امو حدی که ودوده که بر تو حلال مقدر کرده برات میرسه، روزی تا میرسه. بله. یعنی در هر قبالی میخوای مسابقه داشته باشه، مسابقه بله. فوتبال داره مثلا، درس داره، امتحان داره، میگی شما به این تلاش نباشین. درست اگر شاید بازنده بشی در این امتحان بله. در این بازی، اما خداوند چون حکیم است اون بخیرته. باید صبور باشی. درست. و تا خداوند بخیر برات جبران بکنه. خب خانم، مثلا پس فراموشی، یعنی خدا فراموشی در چه صورت‌های مثلا دست میده به یک انسان؟ یکی که در غرق زیورالات و تجملات زندگی باشن. بله. دیگه چه مسائل هایی است که باعث میشه که انسان خدا فراموشی کنه؟ یکی از جمله مسائلی که گفتم همین خود فرهنگ بیگانه که میخواد انسان‌ها را از خدا دور کنه. درست است. وقتی میخوای بر جامعه حاکم شو و امید توکلشان از خدا میکنه. بله. خودت باید تلاش کنی، خودت باید به دست بری. هیچ وقت نگو خدا مثلا نمیکنه کمکت، خدا با کجا هست، چطور فلان. یعنی به ذهن بچه جوری شیطان وارد میشه. درست. که بگین که خب ما میگیم بابا جان نفس که میکشی از قدرت خداوند. بله. از زندگی که میکنی از قدرت خداوند است. این نعمتایی که خدا به تو داده، رزقی که میخوری، پدر و مادر به کنارت است، از این محبت بهره مند میشی، خانه داری، خانواده داری، آبرو، عزت داری، خدا برات داده. میگ نباشن مثل کسانی که بگه ما همه چیز خود ما پیدا کردیم و خود ما پناه میکنیم. درست. به ایمان اعتقاد باشن کنار خدا به ما داده. بله. اما از خدا شاکر باشین، خدا تشکر کنین و از دو کسی که برای شما زمینه را مساعد کرده. یک کسی کار شما را انجام میده، یک کسی مشکل شما را رفع میکنه. حتی پیش دکتر و پزشک میرین، پیش دکتر میرین میگه خب دوا میده برای شما، من آمدم پول خود دادم. تشکری بکنن که دوا دادی، نسخه تو برام خوب تاثیر کرد. بله. دست مادر و پدر باید بچه ها ببوسن که شما تربیت کردن، سفره پان کردن، نان میخوریم، آو میخوریم، مثلا میشورین، میروفین، زمینه را مساعد کردن. پدر زحمت میکشه، مادر زحمت میکشه برای ماما چیز فراهم میکنن، به خاطر همین باید سپاسگزاری داشته باشن. ولی در عین حال باید خود مادران به بچه ها تفهیم بکنه که این زمینه را خدا برای شما مساعد کرده. درست. و نگین علکی به وجود آمده. نگین علکی ما مادر و پدر آمدیم نشستم اینجا شما رو به دنیا آوردم بزرگ میکنم. علکی نه، اینا طبق برنامه ریزی جهان است. هدفمند است. هدفمند است. جهان خودش واقعا هدف داره و ما و شما هم هدف داریم. به سوی یک چیز میریم که به سوی کمال الهی است باید قدم بگذاریم. شکست در زندگی هست. این نباید انسان بس توی یه سوق بده که خدا رو فراموش بکنه. خب درست. چون من شکست یاد دیدم باید اصلا دیگه نماز نخونم. من چون شکست دیدم باید دیگه خدا رو یاد نکنم. خدا میگه این شکست های تو پیروزیه. این تو رو میرسانه. این سختی ها تو رو کامل میکنه. این سختی ها تو رو پس بس توی خدا سوق میده. هیچ وقت به زبان نیار که من از خدا نعوذ بالله متنفرم یا خدا رو یاد نمیکنم. اکثریت دیدن که سختی میکشن یا بیمار میشن یا مریض میشن. بله. یا
گله و شکایت میکنن. گله و شکایت آخه دیگه من قسم خوردم که نماز نمیخونم. قسم خوردم که مثلا نظر نمیدم. بابا جان این قسم شما هم بجا نیست و هم زمنان خدا شما رو امتحان میکنه. یا اینکه مثلا میگن که قدر ما عبادت کردیم، قدر نماز خوندیم، قدر روزه گرفتیم، آخرش میبینید تو روزگار زندگی ما نیست. بله، ثابت قدم باشن. و ما باز توصیه میکنیم به جوانان خود که هر کسی در زندگی شکست خورده بالاخره به یک پیروزی هم دست یافته. بله. دائم زندگی شما اینجوری نیست. این ما بچه هایی که میان مشورت میگیرن بین خانواده یا مثلا دخترایی که مشورت میگیرن زندگی ما اینجوریه، پدر و مادر ما اینجوری، میگم شما باید در این سختی ها تحمل داشته باشین، ناراحت میشه انشالله و بالاخره با آسانی های زندگی هم میرسن. و سعی بکنن که تحمل خود بیشتر بکنن و از آغوش زندگی پدر و مادر دور نشن. علی علیه السلام میفرمایند که خودش هر کی، کسی که خودش نشناسه از راه نجات دور میشه، از راه نجات دور میشه. و در گمراهی و نادانی قطبر میشه. درسته. پس چی؟ وقتی که خود شناختیم دفتن که خب ما به وجود آمده، ما کی به وجود آورده، قدرت ما فوقی وجود داره که ما هست کرده، پس خدا رو جو پیدا میکنیم. اون وقت خدا رو میشناسی و هیچ وقت قطبرم نمیشی، شکست های تو پیروزیه. دقیقا. درسته که تو غرق میشی در مشکلات زندگی، اما اون غرق باعث نجات تو از صحنه های دیگر اولناک زندگی میشه که تو را به اوج رفعت میرسانه. ما دیدیم کسانی که در زندگی سختی کشیدن، مادرشان، پدرشان، خودشان، یک زمان دیدیم با آسانی ها رسیدن، تجربه نشان داده که آها این سختی های همون روزگار شما رو به اوج رفعت رساند. ان الله هم الصابرین. یا که میگیم که یعنی با هر سختی آسانی هم هست. بله، شما باید قبول داشته باشن که زندگی دنیا، اصلا زندگی دنیا برای مؤمنین جای امن و امنیت نیست، جای آرامش نیست. مؤمن در او دنیا و در جایگاه خود در بهشت آرامش داره. بله. مؤمن باید سختی بکشه، مؤمن باید با پای زندگی، با پای زندگی مردم، زندگی اجتماع، جامعه خود، تشکیل حکومت اسلامی سختی بکشن. بله. برای امنیت، به وجود آوردن امنیت کشور خود زحمت بکشن، جنگ و جهاد کنن، مبارزه کنن که اینا به جای برسن. آرامش خود به خود به دست نمیه، نه آسایش خود به خود به دست میه. لذا علی علیه السلام میگه هر کس که خود فراموش کنه، یعنی نفهمه که یک زن است، یک دختر است، از خود شان و شوکت و ارزش داره، باید لباس خوب داشته باشه، ایجاب داشته باشه. بله. نهاد خانواده خود ارزش بده، به شوهرای خود احترام بگذارن و پدر و مادر و والدین احترام داشته باشن، خود شناخت میشناسه که جایگاهش چیه، به استاد، به مربی، به جامعه، به اجتماع، به مردم، حق خانواده، حق بستگان خود دانست، یعنی خود شناخته. اینجا وقت خود شناخت، حتما خدای خودم میشناسه. آن کس که خود را شناخت خدا را هم شناخته. یعنی از خودشناسی انسان به خودشناسی میرسه، میرسه که نتیجهش خیلی هم خوبه. طبق این حدیثی که از علی علیه السلام ما روایت کرده، میگه ریشه انحرافات فردی و اجتماعی جهل به خوده. خود نشناختی. بابا جان تو یک مادری، تو باید خود بشناسی، به این خانه پا گذاشتی، یعنی نگو که این نهاد کوچک خانواده ما و همسرم. بابا جان خدا میبینه نمیبینه ما چی کار میکنم، آشپزی میکنم، زحمت میکشم، میشورم، میرفم به پای شوهر خود، لحظه ها مثلا صبر میکنم، چیز مایستر نیه، روزا صبر میکنم، سالها صبر میکنم، به او هدف و مقصده که دارم نمیرسم. خب اینا چیه؟ اینا بالاخره برای خودت باید ارزش باشه. خب یک زن که در خانواده صبوری اختیار بکنه و خانه باشه، وقتی که شوهرش میاد از سر کار و دکان و مغازه و هزمه جا برخورد بد نشان نمیده، خوشخلقی میکنه، مگر میشه که اینا پیش خداوند گم بشه؟ مسلم است. مگر میشه که خداوند اینا رو نادیده بگیره؟ همه اونها اجری است که برای یک زن خانه‌دار حساب میشه، محسوب میشه. و فکر میکنم که یک جایگاه برای رسیدن به کمال یک زن هم هست، چرا که او احساس میکنه که من همزمانی که مادر هستم یک دیگر سازی میکنم، یعنی تربیت میکنم، یک انسان. این نتیجه نداره، ما چی احساس یعنی باید احساس کنه نتیجهش چیه؟ ما همیشه دیدیم که مادران در سختی اولادای خود بزرگ کردن و خوب بزرگ کردن. بله. چیز امکاناتم به دستشان نبوده، ما بله، به زیباترین صورت تربیت کردن، زیباترین لباس کهنه به جانشان بوده، ما پاک و نظیف بوده. بله.
اونا رو قرآن خوان بار آوردن، اونا رو با سواد بزرگ کردن. یعنی چی؟ اینا مادران بودن که خوب با وظیفه خود عمل کردن. بله. میگیم زنان عصر غیبت امین آیا زنان عصر غیبت دقیقاً بعد امین. تشکر خانم حسنات، وقت ما خلاص شد، از صحبتهایتان بسیار استفاده بردیم. یک جهان تشکر از حضور شما، هم خدافظی میکنیم و شما مادران عزیزی که پر از مسئولیت هستین، امیدوار هستیم که این مسئولیت ها را ما و شما بتانیم به خوبی عمل کنیم در زندگی خود ما و جز منتظران واقعی امام زمان خود ما باشیم. بسیار زیاد تشکر و قدردانی میکنیم از حضور گرم همه شما عزیزان و جان سپاس. و امیدوار هستیم که در همه لحظات زندگی خودمان همیشه و همیشه توکل به خدا را فراموش نکنیم. امیدمان به خدا باشد، توکلمان به خدا باشد و شکرگزار نعمت‌های او باشیم. خدا نگهدارتان باشد و بهترین ها برای یک یک شما عزیزان آرزو من هستم. خدا نگهدار. صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.